اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به گوری. دیکتاتور شرم کن از این ملت، تو برو در ضیافت امت، کذب بودی و جمله گفتارت همه کذب است مثل رفتارت. جد علات شمر زل جوشن، قلب تو نیز تکی آهن. دیکتاتور شرم باد بر نامت، لعنتی تا ابد به دنبالت. نوه ها و نبیره در جوش، نام جلاد می کشد بر دوش. آی جلاد در خط پایان، چون معمر به لوله‌ای پنهان. یا چون صدام حفره‌ای جایت، نوجوانان ما به دنبالت. سرنوشت مجی رقم زده شد، هیچ در قصه اش قلم زده شد. نه ولایت نصیب حضرت او، نه خلافت مسیر خدمت او. دیکتاتور عاقبت چه بد کردی، هرچه چنگیز کرد صد کردی. کشتن نوجوان میهن من گفته بودی که رمز بودن من. روی سرنیزه‌ای قرار گرفت جایگاهم که اعتبار گرفت. سرخوشم از فرار ایرانی در نظام من انیرانی. تا من و مشتبه علم داریم، اعتنایی به خلق نگذاریم. من به شمشیر ناب رحمانی سر بریدم زهر مسلمان. حزب شیطان من به لبنان است، ظاهرا نام او عزیمان است. در عراق و یمن که جانانم میزند میکشد به فرمانم، نوکرانم ردیف و همپیمان، همه بیمار خون و بیدرمان. رفت بر باد دین و ایمانت، شده خونین عبا و دامانت. ملتی در ستیز با دشمن، دشمن خانگی این میهن. در کفش سبحه ولایت بود، بت اعظم نمای ذلت بود. از کفش جرعه جرعه نوشیدن، جامه از زهر مرگ پوشیدن. اینک آزادگان میهن من میرود تا نبودن دشمن. عاقبت خیر میشود سید، زودتر از نسیم اول عید. در بهاران سرود آزادی میرسد در شکوه فریاد. عیرزا نوریزاده، دوشنبه 16 ماه می، 26 اردیبهشت ماه. به شما سلام. طبیعتاً با آنچه در این روزها گذشت، آغاز برنامه من باید در رابطه با آن باشد. اما اول بگذارید یک مژده‌ای بهتون. همونطور که در عراق نوکران سید علی آقا اکثریت نیوردن
و نتونستن کنترل رو به دست بگیرن، برای همین خرابکاری میکنن. و امروز مقتدی صدر دیگه فحشی نبود که بهشون از اول آخرشون، از اونایی که تو تهرانن تا نوری المالکی و نوکرای دیگه، آمری و بقیه در عراق، در لبنان هم ملت بزرگ گرسنه بدون امکانات. واقعا لبنانیایی که اون سرفرازی رو داشتن خورد شدن با این همه، علارغم تهدیدهای حزب الله، علارغم اینکه حزب الله 9 نامزد رو وادار کرد که عقب بکشن، گفت میکشنشون، علارغم این حزب الله شکست خورد. حزب الله و متحدانش، ژنرال کوچک میشل اون و دار و دسته های ارسلان انتخاب نشد که با جنبلات کوس رقابت میزد و نوکرای دیگه هم خیلی انتخاب نشدن. حزب الله از 74 نماینده فراکسیونش که شامل مسیحیان و مارونی و ارتدوکس و کاتولیک و ارمنی و سنی و همه چی بود، فعلا سقوط کرده تا 60 و حالا نتیجه نهایی اعلام میشه، مکسیموم میگن ممکنه تا 62 تا برسن، ولی اکثریت ندارن. مهم اینه مجلس جدید میتونه نخست وزیر رو انتخاب بکنه، دیگه تابع حزب الله نیست. انقدر پررو بودن که اومده بودن یه رأی قائل شدن، رأی سلطان، چون تعدادشون یکی بیشتر بود، میگفتن ما با این یه رأی دولت میاریم میبریم، هر غلطی بخوایم میکنیم. سید علی آقا فرمان بده. خود حسن نصرالله سریعا توی این انتخابات گفت، گفت مصلحت ما رو مقام معظم رهبری تعیین میکنه، نه مصلحت لبنان، نه مصلحت ملت لبنان. بعدم با پررویی این بزای نمایندهشون میادم به مردم میگفتم بله ما باید با گرانی فساد مبارزه، خودشون اول فاسدینن مثل همون ولایت ما. بنابراین این خبر خوش رو بهتون میدم، برای اینکه واقعا این خبر خوشی بود. تمام دیروز و امروز من مشغول دنبال کردن این بودم، چند مصاحبه داشتم، تبریک گفتم به ملت لبنان و خیلی برای من ارزشمند بود که این اتفاق افتاد. مردم لبنان علارغم سرنیزه حزب الله، علارغم پول حزب الله و گرسنگی، چندین نماینده وابسته به حزب الله رو انداختن تو آشغالدونی که حالا جا برای حسن نصرالله هم رزرو شده و برای دار و دسته و اربابش. موضوع دیگری که به نظرم خیلی با اهمیته، خیلی با اهمیت، در تظاهرات ما شعارهایی که داده شد، یه شعار رضا شاه روحت شاد شنیدید، یه رضا پهلوی برگردم شنید. من اصلا به مقام آینده رضا پهلوی کاری ندارم، ولی تنها او رو صدا زد. دار و دسته ورشکسته مرحوم رجوی هم توی پارک سه تا آدم نشسته بودن یا رد می شدن، درست کرده بودن، صدا گشتن روش درود بر رجوی، جوک بود. این همون پنج تا پیرمردی بود که رژیم راه انداخته بود، می گفتن مرگ بر اسرائیل، مرگ بر آمریکا. آقا جان تعطیلش کنید. بالاخره آلبانی تشریف بردید اونجا، این جوانان دیروزم بدبخت و بیمار و پر از عقده های کوچک و بزرگ اون تو چپوندی، دست از سر ملت ایران بردارید، بس کن. آقای جعفرزاده سابقت همه بیرون افتاده، بس کن. به هر رو قرارم اینه، الان زمانی شده که آقای سردار جوانی، یدالله جوانی، معاون سیاسی سپاه، همون آقایی که با کاترین خانم سر و سری داشتن، میگوید جوان ما فریاد میزد رضا شاه روحت شاد. این دشمنه دیگه، دشمن تصویری به جوان ما میده که روزگار شاه رفاه بود، همه وضعشون خوب بود. خوب بود بابای تو چیکار میکرد؟ همین بابای آقای قالیباف یه دکون کوچولو داشت، چند تا بچه رو اداره کرد، خارج فرستاد، زندگی کرد.
یه نمادی که دوست منم هست، یه پدری که مغازه لحاف دوزی داشت، تاجر بود، 6 بچهش در دانشگاه بزرگ درس خوندن، یکشون سرتیپ شد، سفیر شد و این زمان شاه. همه عیوب رم داشت، اما هیچ کدوم از عیوب شما آدم کشا رو نداشت. گفتم همه عیوب رو داشت، عیوب شما رو نداشت. یک دریابد رو به خاطر 200,000 دلار درجه‌هاش رو خلق کردن. آره فسادم بود، ولی نه فساد شما، نه فساد خانم کاترین و جناب آقای جوانی. فکر کردی دست سر ور بداریم؟ نه. ولی جالب میگه، میگه بخت عمده ای از نسل اول انقلاب امروز از دنیا رفتن، یعنی اون عاشقان انقلاب مردن. دشمن میخواهد چگونگی فهمیدن جامعه را مدیریت کند. مردک، جامعه مگه احتیاج به فهمیدن و مدیریت دشمن داره؟ چشمش مگه نمیبینه؟ جوان که فکر میکنه موقعی که مدرسه میره، همین ساده ولی 15 ساله، وقتی مدرسه میرفت نون و پدرش چقدر میخرید، الان چقدر؟ صبح که بلند میشد پدرش مثلا 100 تومن بهش میداد برو نون بخر، الان پدرش باید 100,000 تومن بهش بده برو 10 تا نون بخر. و این بچه نمیفهمه احتیاج داره ببین که دشمن هدایتش کنه. نه، این مقام معظم رهبریتون هم بذارین در کوزه آبشو بخورید. ایشون میفرماد بله، میگن اگر مقام معظم رهبری با آمریکا گفتگو کرده بود ما به اینجا نمیرسیم. جوونا میگن خب درست میگن، درست میگن. اگر آمریکا رو بلا نکرده بودید برای ما، ما دوچار این مصیبت ها و مشکل ها نمی شدیم. من اینا رو مقدمتا گفتم چون به نظرم خیلی لازم بود تو دهان این مردک بزنیم. این برو پرونده رو با کاترین خانم بررسی کن، لازم نکرده راجع به جوانان ما و دشمن صحبت کن. مژده بیارید، گل بچکونید، خوشه بیارید، بگردید. دولت ایالات متحده بعد از 10-12 روز تظاهرات مردم ایران به صدا در اومد، اونم نه صدای رسمی، اونم نه که سخنگوی وزارت خارجه بیاد صحبت بکنه، هیچ کدوم اینا نبود. نه خیر، از این حرفا، از این چیزا باید ما شرم بکنیم که اینا چه میکنه. سخنگوی وزارت خارجه تو حساب کاربری شخصیش تو توییتر گفته بله آقای پرایس، مردم شجاع ایران برای تحقق حقوقشان دارن مبارزه میکنه، ما از حق اعتراض مسالمت آمیز و حق آزادی بیان آنلاین و آفلاین بدون ترس از خشونت و بازداشت حمایت میکنیم. آقای پرایس، رژیم در این چند روزه 5 تن حداقل کشته، تعداد مجروحان معلوم نیست، تعداد دستگیر شدگان معلوم نیست، و شما اومدی و داری حالا روزه میخونی برای ما که بله. حالا خلاصه خیلی ملت بزرگ ایران، ملت بزرگ ایران تکلیف خودشون میدونه، با شما هم میدونه. این ملت روزی آزاد خواهد شد، این ملت از شر رژیم جهل و جور و فساد خلاص خواهد شد، این ملت سربلند که اینطور ایستاده. من واقعا برام بختیاریای عزیزم دستاتونو میبوسم، آفرین، آفرین بر شما، آفرین بر شما. مادر یکی از شهدای جنگ ایران و عراق، امرالله تقوی، که در کوکیل و بوی رحمدی، ببینیم بوی رحمدی فقط فریدون تولید نمی کن، فریدون خائن، در مورد بازداشت فرزندش که معترض به گرانی بودن گفت که با وحشیگری اومدن بچه هاشو گرفتن و نیروهای امنیتی یک ذره خجالت از این مادر شهید داده نکرد. و در جاهای دیگه، در دورترین شهرکات، نیشابور بزرگ، پایتخت فرهنگی ایران، درود بر شما که اینجور دلاورانه فریاد زدید. اینجور گفته شد از شیراز تا تبریز ایرانی بپاخت.
ای نوک روسیه، از تو خائن تر کیه؟ ریشه هرچه بحران رهبر ضد ایران. ای رهبر اراذل، تو قاتلی، عامل هر شرارت ولایت ولایت. بریم با هم سری بزنیم به این خجسته انگیختگی ها در چارسوی خانه پدری. هم اکنون بروجر تیراندازی مامورا به سمت مردم بنازم، به غیرتت هموطن بنازم، یاد ناموس خمینی بنازم، به غیرتت بنازم، مردم و بروجر بنازم. 23 اردیبهشت ماه بروجر سرچار اشهر کفت چیز کرد مستقر کرد. سگ برو مرده و زنده تو چرا یاد باش؟ خدا تیک تیکتون کنه. ای بابا برو 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 برو
برو اون پایین رو دارم وای با خب خیره داری؟ نجای دوزه این هم شد والا رو نفرسوی من فقط به این نیروی انتظامی به اینا که به رو مردم گلوله میزنن میگم شهر نمی کنید تو میگی من سوگند خوردم که به رژیم وفادار باشم سر انقلاب خمینی به نظامیانی که میگفتن سوگند خوردیم میگفت من سوگندتونو پاک کردم نمیخواد امروز هم من به عنوان یه شهروند به عنوان یه روزنامه نگار میگم این سوگند شما باطله شما چون به باطل قسم خوردی دینشون باطله دروغه بدعت دینی که خودشون درست کردن ما همچه دینی قبل از انقلاب نداشتیم ولی فقیه نداشتیم ولی فقیه یعنی بدعت تو که دست خامنه ای رو میبوسی کار بدعت میکنی تو مسلمون نیستی تو نیروی انتظامی جلوی مردم خود گلوله میزن داریم اون کلیپو که با تفنگ ساچمه‌ای مردم رو میزنن اونم ببینیم بله با ساچمه مردم رو میزنن استاد چهارمحال بختیاری شهر چونیچه اون چه خیاناتی کردیم بعدی کن ساچمه رو دلاستی کنیم 1401 استاد چهارمحال بختیاری شهر چونیچه اون چه خیاناتی به اون دارن امروز 25 اردیبهشت 1401 شلیک ساچمه معترضین شهر کرد صدای سینما یه بچه با فکر کنید بختیاری ها شما ممدلیش ها رو کوبیدید زمین با کمک روس ها تاریخ تکرار میشه بزرگان بختیاری بوه رحمدی ها قشقایی ها ایران به شما نیاز داره خیلی از این ماموران فرزندان شما حداقل اینا رو بکشید بیرون نذارید یک قشقایی یا بوی رحمدی یا بختیاری به روی مردم تیر بزنه نگذارید یه شاسفن و یه مازنی و یه گیلانی تیر بزنه یه خراسانی و شیرازی و یه فارسی بیاد تیر بزنه یک خوزستانی بیاد بزنه عرب های ایرانی خوزستان در برابر رژیم بیستی هیچ کدومتون به همکاری رژیم نرید اون جزایری جنایتکار رو طرد کنید از جامعتون بلوچ های نازنین منتظر صدای شما هستیم کرد های عزیزم میدونم فشار بر شما زیاده ولی اصلاحبانات داره صدات میزنه نیشابور داره صدات میزنه ایزه داره فریاد میزنه برادر کردم کجایی سکوت نکنید بذارید ماجرای کشته شدن یک هموطن رو یک انسان رو بیاد ببینید با هم سعادت هادیپور رو نگاه کنید با ما از بالا از سیل بند رفته بودم یک گونی نون خشک بگیرم واسه حیوانمون بیارم منم به یه چارهایی داریم بهش میگم چارها به سیل یا بلال میگم اونجا که رسیدم یه 20 متر پایین تر یه نفری افتاده دو سه نفر دورشون یه خورده منم پایین تر موتور رو زدم رو جمعیت نبود این افراد پراکنده چنان جمعیت هم پایین بود هم نیرو نظامی چیزی هم نبود پیاده شدم یه دفعه فکر کنم یکی تراکه زد بغل پام گفتم دم کی با تراقه زد دست کشیدم دم شلوارم پره یه خورده جوری کردم دم تیر خورده حدود 70 تا 100 اونا پایین سمت در بسیج و او تابلوها بودن ما بالا بودیم تیر که خوردم
تقریبا خول خوش 5 دقیقه بعدش یگان ویروس. پدر سعادت عادی بود. مردم هم خواهش میکنم که هیچ موقع هیچ سوء استفاده نکنم. من افتخار میکنم به دولت. میخوام از مردم افشین که خویشتنداری کنه. من از خانواده بسیجی هستم و خودم 6 ماه جبهه دارم. اعزامی بودم. من عموی سعادت هستم. سعادت بسیجی بود. حالی پورانم تا حالا 14 تا شهید دادم. من خودم هم موقع انقلاب عربده کشیدم. مردش هم هستم. حرفم هم میزنم. حالا هم پاش بستاده. سعادت تو مسیر بوده، تو مسیر خونه بوده. مادر میکنن پدر و عمو رو بیان بشنن این حرفا رو بزنن. سعادت تو مسیر بوده، شاهد عینی بود که گفت چه جوری زدنش. این بیشرافتیه که پدری که قلبش خونینه عموش رو باش این کار رو میکنه. یا با خانواده بختیاری هم یادتون همین کارو کردن. اما پدر دلاور و مادر نازنین و خانواده دلاور او زیر بار نرفتن. برای همین پدر زندانه، خانواده در اسارتن. یه جاهای کوتاه نباید اومد. من توی تفسیرام و اینا اشاره کردم که سید علی از شورش فقرا بترس. و الان چقدر شادمانم که این فقرا چقدر طبع بالایی دارن. آمیزه شده الان تظاهرات صنفی، تظاهرات سیاسی، تظاهرات گرسنگان، یک خواست واحد: سید علی بساطتو جمع کن برو، والله ما میفرستیم. من این کار رو میکنم و این کار رو خواهند کرد. من بسیار امیدوارم به ملت بزرگ ایران. در این چند روزه لحظه‌ای ترک نکردم اتون. در کنارتون بودم. من میتونستم فقط با زبانم، با قلمم، با تصویرم حرف بزنم. اینجا و اونجا گفتم. مصاحبه‌های بسیار کردم. تلویزیون‌های عربی، همه جا دیروز اینترنشنال بودم و حرفا رو بیان کردم. کاری که از دست من برمیاد شما رو تنها نخواهیم گذاشت. اولا یه چیزی بگم تا یادم نفته که خیلی ناراحت شدم که من متاسفانه برنامه نداشتم شنبه شنبه که اعلام کنم. این ماشاءالله جان عباس‌زاده عزیزم، دوست نازنین و همکار نازنین ترم، برادرش رو از دست داد. چون سوگ برادر دو بار کشیدم میدونم چه درد بزرگی، میدونم چه درد بزرگی. و ماشاءالله عزیزم، از صمیم دل هم دلتم باهات و متاسفم که همکار نازنین من در چشمهاش عشق نشسته. عمرت پایدار و همیشه سرفراز باشه. بریم سراغ آقای توفه آرادان احمدی نشان. او هم اظهار نظری کرده، تظاهرات بزرگی به خاطر تقلب در انتخابات در سال 1388-2009 خب دیدیم جنبش سر. حالا ببینیم آقایی که عاملش بوده درباره این حرکت ها چه میگه. از برنامه های دیگه اینها و طرح‌های معمول این باندهایی که رخنه کردن به سیستم‌های امنیتی در بسیاری از کشورهای دنیا، سازماندهی اراضی لوباش سازماندهی می‌کنند، حتی مسلح می‌کنند. کی از اینا استفاده می‌کنند؟ زمانی که مردم یه اعتراض معقولی دارن، اعتراض حقی دارن علیه این طبقه
اشراف اینا میان آتیش میزنن، درگیری درست میکنن، بلوا درست میکنن، زمینهای برخورد خشن با مردم معترض رو فراهم میکنن. در انتخابات 88 به طور جدی و آشکار با نقش و اقدام سازمان یافته این باند امنیتی ما مواجهیم. یعنی آقای احمدی نژاد نور چشم ولی فقیه گفت از آقای هاشمی به ما نزدیکتر. آقای هاشمی که این چوب رو ساخته بود و روح داده بود و لباس تنش کرده بود ولی فقیه. حالا او نیز قبول داره که اراز و اوباش میداندار معرکه هستن. پس نیروی امنیتی سید علی آقا ارازل و اوباش در برابر تو نیستن، زیر عبای تو هن برای زدن مردم. درنگ کوتاه میکنیم و باز میکنیم دوباره و درود به ناظری عزیزم و همراهانش. روز حضرت فردوسی بود، روز زبان فارسی. دیروز بود البته سال روز بزرگ داشت فردوسی. اولین بار رضا شاه کبیر بود که بزرگداشت فردوسی رو در اون شرایط برپا کرد. دانشمندا، ایران شناسا از گوشه و کنار جهان و تاگور اومد و زانو زد در برابر آرامگاه حضرت فردوسی. اینجا اینا که خلخالی میخواست دیوانش رو بسوزه، میخواست شاهنامه رو آتیش بزنه و قبرش رو خراب بکنه. این بیماران روانی مجنون آدمکش عمامه به سرهای نادان دشمن ایران. اما ببینیم بزرگ مرد استادم دکتر شفیع کدکنی در باره حضرت فردوسی چه میگوید که این روزها به حضرت فردوسی خیلی نیاز داره، باید بخوانیم و در جانمون جاری کنیم. ما قدر شاهنامه رو غالبا نمیدونیم، خیال میکنیم که همه زبانها و همه ملل کره زمین شاعرانی از طراز فردوسی. از یک جهت فقط ملت ایران است که یک چنین اپیک و حماسه‌ای داره، هیچ ملت دیگری نداره. اونهای دیگه حماسه هایی که هست به این معنان، شما هومر رو که نگاه کنید، هومر به این درسته، هومر در تحلیل ژانر اپیک در ادبیات جهانی، هومر در حقیقت یکی از بزرگترین شاعران است که ژانر اپیک در تاریخ به خودش دیده، ولی به اون معنایی که فردوسی در کار سرامیدن شاهنامه و احیای حس قومیت ایران هیچ ملت دیگری داره. ببینید ممنون دکتر شفیع کدکنی، البته این پیام و سخنرانی شما رو واقعا همه باید بشنون. من متاسفانه وقتم کوتاه، پر از مطلب و باید بهش برسم. در جریان هستید که رئیس دولت امارات متحده عرب درگذشت. شیخ خلیفه تقریبا 14 سال بعد، 14-15 سال بود در بستر. بعد از یک سکته سنگین دیگه بستری شد و آخرین دیدارش فهم کنم با ژاک شیراک که او هم از 7000 سالگان رفتگان. و چقدر مرد بزرگی بود شیراک. اسحاق هرتزوگ رئیس جمهوری اسرائیل به امارات رفت و تسلیت گفت. تو این روزا تلویزیون امارات، تلویزیون عربی، تصاویر زیادی از امارات پخش کردن. تصاویری که شیخ زاید نشسته بود گوسفند رو با دستش تکه تکه میکرد، تو ظرف شیوخ میذاشت و مردمش رو گرسنگان میمدن میخودن میرفتن، تا روزی که اون عظمت برپا شد، تا روزی که شیخ زاید جلوی شهیاد ایستاده بود در کنار شهردار تهران.
و سفر که به ایران کرد چقدر خود رو مدیون پادشاه میدونست، چقدر اظهار لطف کرد. و بعد از انقلابم ما وقتی شیخ راشد حاکم دبی رو دیدیم چه افسوسی بر پادشاه میخورد. هر رو آقای شیخ محمد ولیعهد جانشین او شد، شد رئیس دولت امارات. اما چیزی که من میخوام بگم، آدم واقعا بیاد یه فقط مقایسه کوچیکی بکنه، خیلی ساده، مقایسه یک رهبر رو در امارات با خمینی و خامنه ای. نگاه، این قبر رهبر امارات، کشوری که برای زندگی مرفه تبدیل به ضرب المثل شده بین ایرانیا. شیخ خلیفه پاسپورت کشورش رو به با ارزش‌ترین پاسپورت جهان تبدیل کرد. سطح درآمد مردمش رو به 10 کشور برتر جهان رسوند و مردم کشورش رو ثروتمند و مرفه کرد و رهبر ثروتمندا شد. حالا 1000 کیلومتر به شمال بیاین. 60000 متر مربع صحن داخلی با گنبدی 400 تونی. 4 گلدسته 91 متری به مناسبت 91 سال عمرش. تنها ساخت اولیه این بنا 2 میلیارد دلار هزینه بر دوش مردم ایران گذاشت، چیزی معادل 60000 میلیارد تومان برای قبر کسی که خودش رو رهبر مستضعفین میخونه. اون پایه‌گذار حکومتی شد که ایران رو به دومین کشور فلاکت‌زده جهان با فقر 70% تبدیل کرد. حالا مقایسه کنین تفاوت قبر رهبری که مردمش رو به استضعاف و قبر پرستی کشوند و رهبر مستضعفین شد، با قبر رهبری که مردمش رو به رفاه و امنیت رسوند و این گونه خاک شد. هشتگ شیخ خلیفه. باور کنید من مراسم تشییع جنازه شیخ خلیفه رو می دیدم، برادراش، فرزندانش، پسرعموهاش، تعدادی از مردم دنبالش بودن، جنازه‌ام رو دوش چند تا نظامی و فامیل بردن در همین قبر کردن و یه سنگی هم روش بعدن می زارن. توی سعودی که اصلا سنگ هم نمی زاشتن، این آخری ها الان مرسوم شد. بله شما می رفتیم گفتی قبر مثلا ابن سعود کدوم، ملک فیصل، ملک سعود، یکی که خاک بود همه جا. تا انسان هست ارزش می گذارم براش و او ارزش های خود رو نشون میده، نه اینکه یه قنبل عظیم درست کنن برای خمینی، الان یکی تو مشهد برای خامنه ای دارن درست میکنن، میلیارد ها پول ملت رو می گذارن امامزاده های گمشده رو در عراق پیدا کنن. اینجاست که باید شما تأمل کنید، این دکانه، این دکانیست برای اینکه خمینی تبدیل بشه به امام 13، برای اینکه خامنه‌ای بشه امام 14. به اینا دقت کنید. ببینید یه مقدار بحثای انحرافی بین ما میندازن. دیروز من در یکی از این کلاب هاسا دیدم یه 30-40 نفری نشستن و دارن بحث میکنن راجع به این که بله امارات شاهش مرد و رئیسش مرد و آقای ابی رفت اونجا خلیج فارس نگفت نخوند و تو اون مصاحبه کرد با خانم انتخابی فرد. آقا چه مصاحبه بود؟ چی بود این مصاحبه؟ اون یکی گفت خواستن مچ ابی رو بگیرن. چه مچ ابی؟ یه روزنامه‌نگار مسئول که کارشو بلده، خوبم بلده، 30 سال هم هست داره از نوجوانی روزنامه زن داره کارشو میکنه و امروز سردبیر مهمترین نشریه الکترونیکی در فارسی زبان در همه جهان، یعنی ایندیپندنت فارسی، نه که من مینویسم توش، ببینید کیا می نویسن و چه نوع، چقدر این روزنامه زیباست و چقدر پوشنده همه خبرها داخلی و خارجی و هنر و فرهنگ. حالا سردبیرش می شنوی که آقای ابی در دبی، پا میشه میره مصاحبه میکنه، 24 ساعت هم جون میکنه تا این مصاحبه آماده بشه، تصویری و گفتاری و پخش بشه. حالا بعد از چند ماه دوباره بیایم کلاب هاست بشیم، بله آقا ابی چرا این حرف، چرا خلیج فارس رو نخوند؟ تو داره مملکت رو نابود میکنن، تمامش رو دارن میبرن، خلیج فارس تو فروختن به چینیا، تو داری بحث میکنی چرا ابی نخوند؟ حالا ابی میخوند اونجا چقدر اعتبار خلیج فارس رو بالا میبرد که حالا نخونده؟ چه میکرد؟ من جلوی تمام عرب ها از پادشاه گرفته تا امیر تا همین شیخ قطر همه جا گفتم خلیج فارس.
افتخارم میکنم. ولی من خواننده نیستم که بخوام برم بخونم. من یه روزنامه نگارم، یه حد اکثرشون منو تو تلویزیونشون دیگه راه نمیدن، تو سمیناراشون دعوت نمیکنن. ولی شما الان بحثتون اینه، 5 انسان رو تو این چند روزه کشتن و بحث شما راجع به ابی و خانم انتخابی فردی که او کاری نکرده، کار حرفه‌ای روزنامه نگاریش رو انجام داده. چرا ما اینقدر کوته بین شدیم؟ چرا قضایا برامون آنچنان رژیم بازی میکنه، گنده میکنه، مسائل فرعی رو ما رو میبره توی جاده دیگه؟ این راه که تو میروی به ترکستان است. واقعا من متاسفم برای کسایی که تو این بیغوله و بیراه موندن و اصلا متوجه نیستن که چه خبر. بله، حضورتون عرض کنم برگردیم به وطن، برگردیم به ایرانی که اینجور دلاورانه مردمش ایستادن. یک میبرم توی خود عقب، سید علی آقا وقتی که صحبت میکرد در مورد گرانی و اعتراضات مردم، گوش بدید، هم به قول عرب ها میگه مزهد و مبکا، یعنی هم گریه دار هم خنده دار، نگاه کن. بار گرانی بر دوش ایناست. اون کسی که پول داره از بیت المال میگیره که گرانی رو نمیفهمه. اون وقتی هم که بگن مردم کم مصرف کنید تا یه اندازه گرانی بشکنه، باز اینا کم مصرف میکنن. اونا مصرفشون روز به روز زیاد میکنن. بیکاری مال اینها، گرانی مال اینها، سختی مال اینها، محاصره اقتصادی ضررش مستقیما متوجه توده مردم. آخرش هم هیچ کاره مملکت، پولشون رو بدن به این مسئول و اون مسئول بخونن و به ریش انقلاب و این مردمی که برای انقلاب جان دادن و خون دادن بخندن. این قابل تحمله؟ آسد علی آقا، امام جمعه تهران بودی، دور ورد میداشت تون، چون میخواستیم بازرگان رو بزنیم، هدفتون این بود، میخواستید رژیم گذشته رو بزنیم. حالا دیدی چه ارازل و اوباشی رو به جان مردم انداختی. یدالله جوانی میگه بله آقا فرمودن مبارزه با فساد. وقتی همتون فاسدین، خودتون با خودتون میخوای مبارزه کنی؟ آقای قالیباف میلیاردها دزدیده. تو همین 2-3 روزه براتون مطلبی رو از او خواهم گفت، یک آگاه، یک آشنا براتون بازگو خواهد کرد که آقای قالیباف چی کار کرده. بقیهشون هم همینطور. مگه یکی دوتا این شما ها؟ همین تائبی که الان آقای خامنه‌ای مثل گرگ هار انداخته به جون مردم، براتون خواهم گفت این چه دزدی هایی کرده و قوم و خویش ها چی کار دارن میکنه. باب دستورد آقای خامنه‌ای، دستورد این حرفای خودته، حرفای خودته. اون وقت یه رئیسی قاتل فاسد رو میاری میزه رئیس جمهورش میکنی. این وزراشو که تو دکون کجا منده و اینا رو از کجا جمع کرده؟ واقعا از کجا جمع کرده؟ تو هر خراباتی بری هم نمیتونی مثل اینا رو جمع کنی. همم دکترا دارم. امام صادق مهر زده. آی مهدوی کردی خودش امضا کرده. یه وقت میگفتن لیسانس حقوقی که دکتر امیر امضا کرده باشه چه ارزشی داره، دکتر هدایتی امضا کرده باشه چه ارزشی داره. حالا لیسانس که آقای مهدوی کنی و داماد مبارک اینا امضا کرده باشن چقدر ارزش داره. واقعا واقعا افسوس، افسوس. در تظاهرات ملت ما خب یک آگاهی هایی هم باید باشه. طبیعی جان عزیز و شیرینه، نباید جان رو از دست داد، نباید جان رو بیهوده از دست داد. به این کلیپ دقت کنید، قابل تأمل. در این کلیپ به شما آموزش خواهیم داد چگونه در اعتراضات سراسری از امنیتتان مراقبت کنید. اگر این پیامک رو دریافت کردید نترسید، اینها از برجک‌های آن منطقه برای همه ارسال شده و هدف فقط ترساندن شماست. گوشی خود را در حالت پرواز یا فلایت مود قرار دهید و در محل تجمعات از مسیریاب استفاده نکنید و آن را غیر فعال کنید.
ویدیوهایتان را در محل تجمعات به وسیله اینترنت ارسال نکنید. ماسک بزنید. از خودتان سلفی نگیرید و دقت کنید تصویر افراد در فیلم یا عکس شما واضح نباشد. در خانه به VPN وصل شوید و از اپلیکیشن‌های معروف غیر ایرانی و با پوسته‌های اصلی استفاده کنید. تصاویرتان را با نامی غیر از خودتان آپلود کرده و سپس آنها را روی هارد خارجی یا کلود ذخیره کنید و گوشی را با برنامه سی کلینر به صورت کامل پاک کنید. هرگز از تلگرام غیر رسمی، از واتساپ غیر رسمی و پیام رسان‌های داخلی برای ارسال فایل‌ها و مطالب استفاده نکنید. به فیلتر شکن‌های داخلی و پروکسی‌های تلگرام هم اعتماد نکنید. هرگز ایمیل‌های ناآشنا، حتی از شبکه‌های خبری که فایلی به همراه دارند را باز نکنید، مخصوصاً فایل PDF. امنیت شما آرزوی. امیدوارم به این کلیپ توجه کنید. توصیه‌های خیلی جالبی بود. حتماً بهش توجه. اما داریم می‌رسیم به آخر برنامه. من هنوز پر از حرف و گفتگوام. ولی فائزه رفسنجانی حرفی زده که دلم می‌خواد بشنوه. ما این همه از امام حسین نام میبریم و مظلومیت امام حسین، ولی من اینا رو که با هم دیگه مقایسه میکنم میبینم اگر آقای امیر انتظام رو مظلومه و نماد مظلومیت ببینیم، اصلا امام حسین رو نمیتونیم در چارچوب مظلومیت و چنین نمادی مطرحش بکنیم. خب به هر حال جریان امام حسین و کشته شدن ایشون در اون ایام عاشورا، تاسوعا و عاشورا و اینا در کلش امام حسین رو در برابر مظلومیت امیر انتظام نمیتونیم از مظلومیتش بگیم. امام حسین شمشیر داشت که از خودش دفاع کنه. امیر انتظام مریض بود، پا و دستش در زنجیر. واقعا باید از خانم فائزه تشکر کرد که اقرار میکنه اینو. پدرش حاکم بود و با امیر انتظام اون کار رو کردن و چه حرفهایی سید علی آقا پدرش و بقیه درباره امیر انتظام زدن. این مرد پاک نازنین که جرمش ایران دوستی و عشق به وطنش بود و اینکه اون مجلس خبرگان لعنتی رو آقای مهندس بازرگان به اون مسئولیت داد که بره اعلام کنه انحلالش رو، چون این مجلس خبرگان این ولایت جهل و جور و فساد لعنتی رو به گردن شما انداخت. اما من ایمان دارم شما پیروز میشید. ایمان دارم با این عظمتی که در این تظاهرات میبینم پیروزی مال شماست، حتما مال شماست و این رژیم سرنگون خواهد شد. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده، تا فردا همه شما را به پروردگار عاشقی میسپارم که حضرت فردوسی به او ایمان داشت، نه احمد جنتی. Thank you.